موضوع برنامه امشب ما تقلبه، کلک، کلاهبرداری. آره، اکثر ما با شنیدن واژه تقلب یه لبخند معنیداری میزنیم. بعضیامون یاد دوران تحصیل میافتیم، دورانی که سر جلسه امتحان همه امیدمون به قدرت چرخش مردمک چشمامون بود. مراقب از یکی که تقلب میگرفت کلی خوشحال میشد، نمیدونست تو همون زمان که داره تقلب اونو میگیره چند تا از بچه کلاس نفری 30 گیگ تقلب میکنن. اصلا خیلی وقتا یکی خودشو قربانی میکرد که بقیه بتونن تقلب کنن. معمولا یه شاگرد زرنگ تو کلاس بود که بقیه همه رو از رو اون مینوشتن. یعنی اگه اون شاگرد زرنگه توی امتحان جغرافی زمین رو با زه دستدار مینوشت، اون عده که تقلب میکردن هم همه زمین رو با زه دستدار مینوشتن. معلمم چون دیگه فهمیده بود اونا از رو این مینویسن، همون یه برگه رو سعی میکرد میشد 18.5، برگه رو هم میزد 18.5 که وقتش تلف نشه. همه خاطره هاشون زنده شد. خب دوره ما امکانات نبود، یه فرمول فیزیکو با بدبختی قایم میکردیم تو آستینمون، میبردیم سر جلسه، تا میخواستیم درش بیاریم خشخش میکرد، لو میرفت، دلا میشدیم که از توی آستین بخونیمش، تقلبایی که روی کمرمون نوشته بودیم میزد بیرون. مثل الان نبود که این همه وسایل تخصصی تقلب اومده، با یه تیشرت میره سر جلسه، اما کل اطلاعات رو به صورت MP3 توی عینک و ساعت و موبایلش ذخیره داره. یعنی گل پسر در روز امتحان تبدیل میشه به یه جزو فیزیک سیالات که دست و پا داره و میتونه خودش بره سر جلسه. خلاصه ما عرق میریختیم برای تقلب. خانواده اگه میفهمیدن اصلا تردمون میکردن. مثل الان نبود مادر آژانس میگیره خودشو میرسونه مدرسه، میگه بچه‌م تقلباشو جا گذاشته، من اومدم. با متنوع تر و پیچیده تر شدن روش های تقلب در جوامع بشری، عبارت های متفاوتی برای شاخه های مختلف این پدیده به کار گرفته شدن. مثلا به کسی که میتونه در روز با خرید تنها یک بلیت 7 بار در مترو خط عوض کنه میگن 7 خط. به اونی که درست موقع حساب کردن پول غذا دلپیچه میگیره میره دستشویی میگن یه روده راست تو شکمش نیست. به اونی که موزهای گندیده رو میذاره زیر کارتون، روش یه ردیف موز سالم میچینه میگن مار موز. به اونی که همون یه ردیف سالم هم روش نمیچینه میگن موزمار. به اونی که موقع خرید صاف دست میکنه وسط جعبه یه موز میکشه بیرون میگن بچه زرنگ. الان دیگه منظور از بچه زرنگ بچه ایه که چابک و کاری و باهوش باشه نیست. البته الان هم بچه زرنگا چابکن، اما وقتی که پلیس میریزه تا جنسای قاچاق رو جمع کنه
الانم کاری ان، اما وقتی دلار میکشه بالا. الانم باهوشن، اما وقتی دارن سر مفتول و کج میکنن در ماشین مردم رو باز کنن. عجیبه که از این عبارت ها برای خوش و بش و توصیف موفقیت های شخصیشون استفاده میکنن. میگه تو کی دکتراتو گرفتی که ما نفهمیدیم حق باز؟ پسرتونن چقدر بزرگ شده کلاهبردار. تو فرودگاه هم دیگه رو بغل کردن، میگه دلم برات تنگ شده متقلب. میگه به محض اینکه کارم تموم شد برمیگردم پیشت کلاش. بعضی هم هستن که کلن مرض تقلب کردن و کلک زدن و حق بازی دارن. آقاه گواهی نامه داره، خانومه نداره، ولی خانومه میشینه پشت فرمون. افسر که میگیرتشون میخوان همونجا جاشون رو با هم عوض کنن که بگن آقاه پشت فرمون بوده. خب طبیعتاً جا به جا شدن دوتا آدم بزرگسال پشت فرمون کار آسونی نیست. آقاه داره تقلا میکنه که دنده رو از یقش دور کنه. خانومه میگه خب پاشنه کفش منو ول کن تا بتونم برم اونور. آقاه میگه که دارم پاشنه تو فشار میدم که جیغ نزنم، وگرنه که الان 2 دقیقه از 60 پام تو جافندکیه. افسر هم یکم با یه مدل مایوسانه ای نگاهشون میکنه، جریمه رو مینویسه میذاره زیر برف پاکن، زنگ میزنه اورژانس. بازی کامپیوتری 2 روزه اومده تو بازار، 2 روز. در خود اروپا همه مرحله 1 بازیان. ما اینجا تا ته بازی رو رفتیم، منتظر تولیدات بعدی اون کارخونه ایم. همه مراحل بازی رو کشف کردیم. کدای تقلبی میزنیم رد میکنیم. میگه مربع و F4 و مثلث و با هم بگیر، بازیه قاطی میکنه، ریست میشه. بعد که دوباره بیاد مرحله 65. بعضی هم هر وقت تلفنشون زنگ میخوره میگن اوه اوه اینه، تلفنو میذارن 1 متر ورتر. اینا صبح که بیدار میشن تلفنشون دم دستشونه، شب که میخوان بخوابن تلفن ته حیاته. اوه اوه اینه پولشو میخواد، اوه اوه اینه اومده سر قرار، اوه اوه اینه ماشینشو میخواد. بعضی هم معتقدن که در حال حاضر تقلب کردن و حق زدن کار سختی شده، چون دیگه همه یه جورایی گول نمیخورن. به پیرمرد خمیده میگی پدر جان اگه چشمتون نمیبینه رمزتون رو بدید من براتون پول بگیرم. یه نگاه به سر تا پات میندازه میگه لیزیک کردم جیگر. 1000 تومانی نسوه رو مچاله کردی تو دستت که تا رسیدی به مقصد بدی به راننده تاکسی و بری. یه نگاه تو آینه میکنه میگه دست راستتو خالی بازی کن. الان دیگه گول زدن ها وارد مراحل جدیدی شده. مثلا تخم مرغ رو تو مغازه بر میداری تاریخ تولیدش فرداست، دیدین؟ بعد نیمروش که میکنی میخوریش دستگاه گوارشت گیج میشه، میگه ببخشید امروز چندمه؟ یعنی ببخشید الان نهار فرداتون رو خوردین؟ ما هضم رو شروع کنیم یا دست نگه داریم؟ در هنگام تقلب کردن باید حتما حواسمون به دوز تقلب باشه. ورزشکار داشتیم یه جوری دوپینگ کرده که قبل از شروع مسابقه قلبش از شدت نیروی زیاد تو رخکن وایساده تموم کرده.
اون یکی از خط پایان رد شده، انقدر انرژی داشته ادامه داده نتونسته وایس جایزه‌شو بگیره، 200 کیلومتر جلوتر گرفتنش.